محمد کبیر طاهری تیموریان رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از خلف وعده کنسولگری های ایران در هرات، مزار شریف، قندهار و کابل نسبت به صدور ویزا برای حدود 50,000 زائر 40 از افغانستان خبر داد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. محمد کبیر طاهری تیموریان رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان میگوید با روندی که شاهد هستیم شاید در سال جاری فقط 10,000 نفر از شیعیان افغانستان بتوانند به زیارت 40 مشرف شوند، در حالی که طبق سهمیه در نظر گرفته شده قرار بود تعداد 60,000 نفر در سال جاری از افغانستان به زیارت 40 مشرف شوند. محمد کبیر طاهری در گفتگو با خبرگزاری اخبار شیعه گفت حسن کاظمی قمی سفیر ایران در کابل بارها به اتحادیه عتبات عالیات افغانستان قول مساعد و 100% داد که بر اساس سهمیه در نظر گرفته شده برای زائران شیعه افغانستانی ویزای دوبار ورود آنان به ایران صادر خواهد شد، اما تا کنون فقط 10,000 ویزا برای زائران افغانستانی صادر شده است. رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان در ادامه اظهار داشت که سفارت ایران در افغانستان برای صدور ویزا برای زائران افغانستانی شرایطی را در نظر گرفته که با شرایط اکثریت قریب به اتفاق زائران مشتاق برای زیارت 40 امکان تطبیق ندارد. وی در ادامه گفت که این مسئله باعث ناراحتی زائران شده و مسئولان دفاتر گردشگری را مقصر این ناهماهنگی دانسته و در پاره ای از موارد هم به دلیل ناراحتی برخی از صاحبان آژانس ها مورد ضرب و شتم زائران قرار گرفتند. محمد کبیر طاهری تأکید کرد که تعدادی از زائران مشتاق با توجه به این وضعیت پیش آمده و عدم همکاری دولت ایران خواستار تهیه ویزا با قیمت 60 دلار و به شکل عادی شده و اعلام کردند که دیگر متقاضی ویزای رایگان نیستند. رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان تاریخ اعلام شده برای صدور ویزا از سوی دولت ایران را بسیار دیر عنوان نمود و تصریح کرد که صدور ویزا در تاریخ اعلام شده برای زائران افغانستانی دیگر فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت. وی از خبرگزاری اخبار شیعه درخواست نمود که صدای آنان را به مسئولان ایرانی و عراقی برساند تا نسبت به صدور ویزا برای اعزام زائران مشتاق افغانستانی کارشکنی ننموده و برای آنان تسهیلات لازم را فراهم نمایند. از محمد کبیر طاهری رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از کابل پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای طاهری سلام و عرض ادب. آقای طاهری لطفاً مشکلات امسال زائران افغانستانی زیارت 40 را توضیح بفرمایید و همچنین توضیح بدین که آیا تاکنون در روند پیگیری ها نتیجه مثبتی حاصل شده یا نه. بفرمایید. با عرض سلام و احترام خدمت شما و بینندگان محترم خدمت عرض شود. اول تشکر از اینکه صدای ما را شما انتقال دادین. ما امسال مشکلات بسیار زیاد داشتیم نسبت که شرایطی که گذاشته شده بود که با اتوبوس خود افغانستان داخل ایران شویم بیاییم تا مرز جذابه. متاسفانه افغانستان در اون شرایط نیست که این همه اتوبوس آماده داشته باشه و شرایط لازم داشته باشه. بنابراین ما تلاش کردیم تا مسئله اتوبوس حل کنیم. مسئله اتوبوس که حل شد ما چندین نشست با سفارت داشتیم. مسئولین سفارت برای ما وعده سپردن، بخصوص جناب جلالت ناف آقای قومی برای ما وعده سپردن که ما تا 27 سفره برای شما ویزا صادر میکنیم. متاسفانه شب گذشته برای ما کنسولی اعلام کرد که ما فردا تا شام برای شما ویزا صادر میکنیم، دیگه ویزا صادر نمیکنیم چون ما دستور از مرکز نداریم. همین دستور قبلی که داریم تا 20 سفر است، تا 20 سفر ما برای شما ویزا صادر میکنیم و متاسفانه یک تاریخ دیگر هم در ویزای ما در اواخر زده که برای ما هر ویزه ای که صادر میشه 24 ساعت وقت داده میشه تا ما از مرز خارج شویم.
ما قادر نیستیم که زائرین جمع‌آوری کنیم و در 24 ساعت از مرز خارج کنیم، اتوبوس بگیریم، حرکت کنیم، به هیچ عنوان امکانش نیست. ما از شب گذشته تلاش کردیم، از جناب آقای نجاری تقاضا کردیم که با زائرین همکاری کنیم. زائرین ما میمانه، حدودا زائری که اسناداش داخل سفارت نشده، 20,000 نفر از کابل اسناداش داخل سفارت نشده و از اکثر که داخل سفارت شده، احتمالاً حدود 15,000 یا 16,000 نفر تا فی الحال ویزه صادر شده و ما تقاضا داریم که تا 27 سفر برای ما ویزه داده شود تا زائرای ما بتونه داخل ایران شود و از ایران هم داخل عراق شود. از روز امروز است، یک شنبه، از روز سه شنبه برای ما صدور ویزا شروع شده. سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه، پنج روز است که برای ما ویزا صادر میشه. با این حجم بسیار دایره که ما داریم، در این پنج روز تعداد اندکی ویزا صادر شده. خوشبختانه که یک وعده را برای ما آقای نجاری داد که تا سه سفر صدور ویزا تمدید شده، اما این کافی نیست. باید تا 27 سفر برای ما ویزا داده شود تا ما زائرین خود بتونیم انتقال بدیم طرف عتبات عالیات و مشرف شوند و زیارت کربلای معلا. بله، ممنون از همراهیتون. با تشکر از محمد کبیر طاهری، رئیس اتحادیه عتبات عالیات افغانستان از کابل، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.